Bismillahirrahmanirrahim. Aknun tafsiri sure-i Nasr ki in sure dar Makkah-i Mukarrama nazil shude ast va se ayat dorad. Allah subhanahu wa ta'ala mefarmoyad: Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ای پیامبر، هنگامی که یاری الله و پیروزی فرارسد و مردم را ببینی که گروه گروه در دین الله وارد می شوند، پس با ستایش پروردگارت تسبیح بگو و از او آمرزش بخواه. همانا او بسیار توبه پذیر است. در این سوره کریمه الله تعالی یک خوشخبر داده و به هنگام حصول آن خوشخبر به پیامبر فرمان داد و با آن آثار و پیامدهای تحقق این خوشخبر نیز اشاره کرده است. خوشخبر این است که الله تعالی پیامبرش را یاری میکند و مکه را فتح مینماید و مردم دسته دسته و گروه گروه داخل دین الله می شوند. دوره که بسیار از آنان یاوران او خواهند بود بعد از آن که دشمنی وی بودند. چیزی که الله پیامبرش را به آن مژده داده تحقیق یافت و اما فرمانی که الله تعالی بعد از به دست آمدن یاری و فتح پیامبرش را به آن فرمان داد این است که پیامبر باید او را به خاطر این چیز سپاس بگذارد و الله را به پاکی یاد کند و از او آمرزش بخواهد. و اما آنچه به آن اشاره شده دو چیز است. یکی اشاره به این که مادامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم الله را ستایش کند و دائما از او طلب مغفرت کند، دین پیروز میگردد و بر پیروزیش افسوده میشود، زیرا سپاس و ستایش و استغفار از بجا آوردن شکر است. و الله تعالی می فرماید اگر شکرگزار باشید به شما بیشتر خواهم داد. و این در زمان خلیفه های رهنما و بعد از آنها نیز محقق گردید. و الله تعالی همیشه دین خود را یاری می دهد تا اینکه اسلام به جای رسید که هیچ یک از دینها به آنجا نرسیده بودند و چنان مردم به آن گرویدن که به دیگر دینها نگرویده بودن، تا اینکه امت به امر و فرمان الهی مخالفت ورزیدن و آنگاه الله آنان را به سبب آن دوچار اختلاف و تفریقه کرد و این اختلاف پیامدهای گوناگون داشت. و با وجود این الله تعالی چنین نسبت به دین به این امت لطف و مهربانی دارد که در ذهن نمی گنجد. و اما اشاره دوم این است که زمان مرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک شده است و از آنجا که زندگی او بسیار با ارزش است، الله به آن سوگند خورده است. با عمری با ارزش از قبیل نماز، حج و غیره با آمرزش خواستن پایان می‌یابد. پس امر نمودن الله پیامبرش را به این که الله را ستایش کند و از الله آمرزش بخواهد، اشاره است به اینکه دوران حیات او به سر رسیده اشاره است. به اینکه دوران حیات او به سر رسیده است و باید خودش را برای ملاقات به پروردگارش آماده نماید و عمرش را با بهترین چیزها به پایان ببرد. پیامبر هم قرآن را تفسیر میکرد و در نماز، در رکوع و سجده خود بسیار میگفت: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، پاک هستی پروردگارا و تو را ستایش میکنم، ای الله مرا بیامرز.